مورد موفقیت در یک کار گروهی باهاتون صحبت بکنم. درست کردن آش یک کار کاملا گروهیه. یکی حبوبات رو میاره، یکی رشته رو میاره، یکی آش رو هم میزنه و یکی مراقبه که آش سر نره. مهمترین چیز در یک کار گروهی هدفه. وقتی هدف مشخص باشه، موفقیت میسر میشه. چشمانداز عزیزان، چشمانداز خیلی مهمه. وقتی شما نگاهتون به چشمانداز باشه، مسیر هموار میشه. دوستان رو میبینین در کار گروهی آش پختن. دست کن بدین، آقای داماد، دست کن بده. باشو بیا بابا. بله. خانم آقا میبینین که خدمتتون عرض کنم که این خانم زیبا که سخنرانی میکنه دخترمونه. بله، من دخترشون هستم. ایشون پدر بیولوژیک بنده هستن و ایشون هم آقای این داماد خانواده هستن. بله عزیزان، در یک کار گروهی موفقیت تو موفقیت منه، موفقیت من موفقیت شماست. قربون موفقیت مادر جام داماده بود مدون شما مادر. خوب چی داری؟ عزیزم من مواد فروش نیستم. یعنی تو مواد فروش نیستی؟ نه دیگه، دفعه قبلم پرسیدی بهت گفتم من مواد فروش یعنی نیستم. یعنی یه بار دیگه هم وقت منو گرفتی؟ بابا باشو باشو بابا بابا چه دویی داری؟ مادر زن دوست داره. من که امپراتور تنهام چه زن ندارم که مادر زن داشته بشم. بیا حالا یه لقمه بزن. بیا صبحانه خوردم ولی یه توکه میزنم. بیا آقا این شرکت کوهی ها داره تو پاش میچرخه. این اومده آمار منو بگه. دیروز گفت لوت میدم آن. من فکر کرده من تو پارکم، نمیدونه که من الان اینجام. ببین عمرن اگه بتونه جای منو پیدا کنه. آقا یه لقمه بگیرم ببرم براش. ولش کن بابا، بذار تو اون پارک یخ ببنده. بسن تو که چیزی نذاشتی که، همشو خودت خوردی که. آقا زنگ نزده بهت؟ اون خطی که از من داشت و باهاش بهم زنگ میزد دیروز سوزوندمش. آقا خوبه که تو صبحونه خوردی ها، چیزی برای ما نذاشتی ها. برو بشین، برو بابا. یا بابا با این املت گلابیت. گنمز آقا نگاه کن. بس کن بابا، نگاه کردن داره آخه. بذار املتمو بخوریم دیگه. آقا داره فرار میکنه. آقا این لو مونده. آقا پلیس، من چی کار نشده؟ بذار من برم. آقا ببین آدرس خونه کویا رو که بهت دادم. بله. شماره طلبکارم که داری. بله. سریع همین آدرس رو بفرست برای طلبکارم. بیا برو. سوتوان وطن خواه،
ترجم سم پس بر چشم سم پشو کابه این سیاوازیه برای مادر نیا بابا نکنه مرده این مرده باشه این سگ جون تر از این حواس که مرده باشه این پتوری کشته رو سرش تا ما زدیم کنار با مش بیفته به جونمون آقا شما نبودی من یکی گل میخوردم پشو تو برای ما یک کتاب تموم شده یا ده پشو دیگه میدونم اون پشتی کابه بیا بیرون خاطرشون بده بیا بیرون کجایی اینجا همه حرفامونو شنیدی؟ همه رو از کجاش؟ از اول میخوای عکس بندازی مادر؟ بله شما تشریف بیارین صبح تشریف باشین اینجا خوبم؟ ای جونم آقا پس من چی؟ منم بیام این وسط قربونت برم حسودی نکن میدونی خواهر گلت چند سال مادری از من طلب داره حسودی نکن میدونی من چقدر خواهری از تو طلب دارم عکس داری میگیری میگی من بیام دیگه بابا بیا بیا عکس خیلی چقدر طلبکارتون عکسه خدایا شکرت منو دخترم میگم گوهر بنده خدا رو تحت آقالی بودنش حساب کرده بود اونم با وجود این بچه دیگه به هم ای بابا بچه من عوضش مختره این مختره این فاضل دانشمند فاضل خانم من یکی رو بهش نرسیدم انشالله میلاد که بیا بهش میرسم بشه نابغه جهان اسم میلاد میلاد رو نیار دیگه همش نمیخواد بفروشیش بشم نمیخواد برسیم میگم من کجا معلومه پسر باشه آه پسر دیگه کجا میدونی چون بابا دکتر کاغذ داده به نظرم دختر باشه خوبه که بشیم سه تا دختر سه تا پسر ای مادر کاوه یادت رفت چهار تا پسر خب پس به نظرم پسر باشه بهتره اینجوری من میمونم تعلقاتی میشه منم عکس بگیرم این دورت بگردم من بابا تو ماده بده بیا خانوادگی آقای داماد بیا خب حالا باشه سه دو بخندی یک بخندی کوهیار تو الان باید منو ببری یه بیمارستان لاکچری تا 11 که این بچه به دنیا بیاد دیگه قرار گذاشتی الان خوبه دیگه به من همین الان سر رو تو میزنم یه بیمارستان لاکچری خودم هم هر روز میام بهتون سر میزنم خوبه منو ببین تو من اطمینان داری یا نه 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 حالت حقم داری حق داری ببین من پدر اون بچه هم شوهر تو هم من که نمیذارم شما تو شرایط سخت باشین بابا من دوست دارم به دنیا اومدن اون بچه رو ببینم دیگه کوهیار تو الان به من قول میدی که من ببر بیمارستان لاکچری یه وقت خدای نکرده این بچه تو راه فرار خیابون و جوب و اینا به دنیا نیاد که موقع به دنیا بیاد بیاد از من بپرسه ماما من کجا به دنیا اومدم بگم خیابونش تابلو نداشت ما اول ازدواج چه قولی به هم دادیم که تا پای جان کنار هم باشی گویا تو اصلا نگران نباشا من خودم میرم ساکم و برمیدارم با هم فرار کنیم بریم یه جای دور بیرم یه اوه نه اون زنگی نمیزی بیا 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 وای بولم آخ
هر آینه من از سر برمیگردونم جمع جور میکنید برید کجا؟ نه آقا باید بریم دیگه. کجا؟ آقا کجا نداره که یه ساعت پیش ریختن چه زرگ زرگم و یه زرفت ازن. خب آقا اگه بریزن اینجا که من آرزوی تولد این بچه برو دلم میمونه که برادرم من ما با هم حرف زدیم قرار شد بریم پیش شریک دوش گفتگو کنیم دیگه. آقا میریم میریم اجازه بده این بچه به دنیا بیاد من به عنوان پدرش به دنیا اومدن این بچه رو ببینم بعدش میریم. آقا منصور قسم خورده وقتی بچه به دنیا اومد بره خودش مثل مرد خودشو تحویل بده. من تو مطمئن نشم که داری میری پیش محمد جواد اجازه نمیدم پات از دهنت. میگم میریم. کی میری؟ خب چه میریم عزیز من راهش فرار نیست. راهش فرار نیست برادر من راهش فرار. و رشد خلاقیت باعث این میشه که مسیر موفقیت هموار بشه. ملودی خواهرم داداش کوهیار معرفی نکن آقا سلام کوهیار سلام سیسی جون جیده خیلی خوشبختم از آشنایی عروسمون نگار نگار هستم مثل مامان چه هولی من در حال تهیه یک ویدیو هستم از افراد خانواده و بعد میخوام ادیت کنم و در صفحه خودم سیسی جان جدیده ببخشید اگر امکانش هست از من فیلم نگیرید چون من الان این دفعه واقعا بیسم مشکل داره ببخشید من بعد در واسه نه نمیخواد چیز از این تاکسی اینترنتی گرفتم دیگه برادر جون به فضل خدا ماشین ما هم اومد بریم بگیریم بخشید من اعصاب ندارم اینم اعصاب نداره امتیاز چی کم بده زمان چه داد میزنه در میزنه شما مطمئنین که تاکسی اینترنتی نه دیگه الان طلبکاران دیگه ای بابا یا الان رفتی که گفت قسم خورد به نام خدا کوهیا آی چی اینجوری شده من بابا جان بابا بعد از اون آماده میشیم سگه بدبخ شدیم رفت چرا بدبخ شدیم با اجازتون ما دیگه داریم رفع زنیم چرا برداشتی بابا این سرسده که میشنویم مال تسل از افکارامه طلبکار آدرس خونه ما رو از کجا پیدا کردن؟ نمیدونم ولی حالا در هر صورت ما از در نمیتونیم بریم بیرون. حالا نردمون فزر آزار کنیم. الان وقت اینجوری حرف زدن کوه یاد. این زنگ شکمش دادن حلقشه میتونن نردمون بره آقا مادر. ولی مجبوریم مادر جان میفهمین مجبور. بوری جون ما سوگند خوردیم تا پای جان کنار هم باش. ای لعنت اون سوگنداتون. چرا به محمد جواد نمیگی؟ بابا محمد جواد خودش رو چه دستگیری نداره؟ خودش با دست. چی میگی؟ چرا صداش میره بالا من؟ آره واکن. یه لحظه من فامیلای همسر من هم چون نگار جان خارج از قبیلشون ازدواج کرده اینا خیلی ناراحت شدن آره قسم خوردن که ما رو بکشن حتما و حتی نکشن هم آروم نمیشه بکشن کی؟ ببین درسته که من به من میگن پار میدا ولی من همون افتر به من میگن تلت سیم خاردار من برم هیچکی نمیتونه بیاد تو خیالتون راحت اصلا این مسئله خانوادگیه شما بفرمایید سر کارتون بفرمایید یواش هم حرف بزنید چی شده میگم خانوما این دخترم چه تازه پیدا شده ببین همین که چی تو پیتاره این با این بیل بیلکش داره یه فیلم پر میکنه اینا فیلم کلا چی جون بفرمایید سر کارتون بفرمایید ما رو فیلم آقا الان کی میگه ما رو فیلم کردن شما در بزن به یاد آدم میمونه بچه ها بخواد به دنیا میدونم بابا جان اگه این طلبکارا بیان منو بگیرن که دیگه بزرگ شدن بچه‌مو نمیتونم ببینم دیگه جون شما ها جون نگاه نکن من اینا رو همه رو برای جبران میکنم برو دیگه برو من برم با اینا صحبت کنم
کنم بابا. اون دفعه دیدی چه بلایی سرمون داره. خدا کرد منم از پشت در با شو حرف بزنم. منم میام باهات. منم چیزی لازم داری؟ مگه سیر که خانم برو به کارت برس، برو الان همسایه من آش میخوام. بفهم مسئله خانوادگی. بفهم برو بری برو بیزن من دیگه زرف آبی دارم. آم دستیاری تو کامینا پلش چتونه؟ برادران سلام علیکم، من مسعود هستم، برادر کوهیار. موفقیت کن بابا. در سلامت باشید. ممنونم از محبتتون. یه لحظه به من اگه گوش بدین عالی میشه. آقای کوهیار از اینجا فرار کردن، اینجا نیستن. دروغ میگی. خواهش میکنم. به همراه فرزندشون که هنوز به دنیا نیامده اینجا حضور دارن. اگه شما کار عجیب غریبی انجام بدین، ممکنه هر آینه استرس و استراب بر همسرشون مستولی بشه و اتفاق بدی بیفته. لذا خواهش میکنم آرامشتون رو حفظ کنید. در آرامش با هم دیگه حرف میزنیم. ساکت شد. چه تأثیری میشه. خیلی عالی بود بابا. باری کلا بکنم حرف تو گوش کن. ساکت شدم. ببین من پدر و بزرگ خاندان هستم. ازتون خواهش میکنم شلوغ نکنین، وحشی بازی هم در نیارین، ما رو هم کتک نزنین، میشینیم همه موارد حل و فصل میکنیم انشالله. بنده هم به عنوان داماد جدید خانواده عذرخواهی میکنم. حل شد دیگه. من میخوام در رو باز کنم. با احتیاط. من کم کم در رو باز میکنم. دوستان عزیز، کسی که دنبالش میگردین شریکش دستگیر شده، الان تو دست قانون. شما مگه شکایتی دارین باید از همون طریق اقدام کنین. اینجا اگه داد بیداد کنین این خانواده میتونن به جرم مزاحمت ازتون شکایت کنن، ما مجبوریم پیگیری کنیم. جام سلام. من از این سه تا آقایون شکایت دارم. آقا نمیدونی چه بلایی سر ما آوردن. ما رو بردن شکنجه دادن، خیلی وحشیان. ولی خب الان دیگه چون پای شما وسطه، ما به خاطر گل روی شما رضایت میدیم. بریشون کن برن. بری. بفرم. بله. ما هم از همون طریق اقدام میکنیم. بفرمایید. بیا تو. ستون وطن خواه. لطفا تو ماشین باشید. سلام علیکم آقا محمد جواد. خوبین؟ خانواده خوبن؟ کوهیار کجاست؟ فرار کرد از ترس اینا. فرار کرد. رفت. مخفیش میکنی داره؟ میدونی کسایی که به مجرم پناه میدن خودشون مجرمن؟ به جون ستا بچه هم کوتاه نمیان. بابا الان اوضاع زد قراش میشه، مهمون داریم آرومتر. من خودم بعدا همه چیو برات میگم. سیر تا پیاز غذایی رو میگم. چیو برام میگیم؟ میدونین وقتی شریکش گفت اینجاست من چه حالی بهم دست داد؟ شما تو تمام این مدت داشتین دروغ میگفتین، پنهانکاری میکردین. عزیز من قول داده بود وقتی بچهش به دنیا آمد بیاد خودشو معرفی کنه، حتی میخواست اون شریکش هم لو بده. خب چه عجله ای بود؟ وامیستاد عروسی بچهش هم میدید بعد میومد اینجا هم که خونه خاله است. تا موقعی که پیدا نشه پای همه تون گیره، پای تک تک تون. همه تون باسی. خدا منم در آز میکنم. سلام داداش. نتونستم. باری کردم. رحمت بشیرم. اما که بچه با داره لبوداغ و تازه، لبوداغ و تازه. بفهم آقا. میشه از همراهت واسشم به مادری که ممکنه دیگه همراه هم نباشه؟ چی گفتین آقا؟
فقط کوتاه و مختصر لطفا. کوتاه و مختصر. کوتاه و مختصر. حکم به ورود نمیده. اوه ببخشید من دست خانومم قفل میذارم. شما که خودتون خانوما رو میشناسید. نه اونقدر که باید و شاید. منو ببرین دکتر. یه بیمارستان لاکچری. میدونی چرا این اینجوری میکنه؟ عزیزی سوال کردن که سن بالا زایمان در خیلی چی میگه مگه من چند سن؟ عدود اهداف وجود داشته باشه آیا تأثیری در برنامه ریزی داشته باشه؟ من جوابم به دوست عزیزمون اینه که خودت رو چیز فکر میکنیم سن بالا زایدن سخته تو الان بالا چند سن؟ سر این مغناطیس داره حرف نزن بیرون تعدادی هدف رو همزمان و در کنار همدیگه دنبال بکنیم منم خوب خوب من صدا دارم من خواهد نداشت چرا نیومدی پس کجایی؟ مسیر بندی بودم که بندش رو خودم بافته بودم صدای سرصدا چیه؟ داداش همه اینجا جمع خیلی شلوغه چه بود صدای ناله و فغان؟ چی رو شنیدی که؟ بغضا چرا ترکید؟ نه خودم رو نمیتونم کنترل کنم راحت شد همین الان تموش همین الان الو الو خاخو داداش بچه الو داداش 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 شا خان داداش الو صاحب شنگوشی بچه صدا گریه بچه منه پنه پن صدا قابله بیا بابا بیا کجا؟ من زب زده شدم تبریک میگم تبریک میگم بهتون دستتون بابا آقا من گفتم کوتاه ولی نه اینقدر درد میش و شبان میفهمه با درد گرگ و بیابان با درد بیمادری چه کنم تو این هوای گرگ و میش آقا لبام داغ و تازه است لبا بدم خدمتتون چوغندرت سرخ و شیرین و سرخی و شیرینی زندگیم شکرخوندر سهنده دو شماره چی؟ سهنده دو بگوشم لطف کنید تشریف بیارید برای اعزام متهم بله قربان اطاعت میشه چرا خاموش میکنید؟ آقا دیدی که همه رفتن اینا هم سرشون گرم بچه است ما که هستیم بابا من دلم رو خوش کرده بودم این آشه رو هم بزنم پیرو به همین نکته‌ای که شما میفرمایید من یه مشکلی برام پیش اومده یکی از یعنی بند خدایی وارد زندگی پدرم شده ازش کلاهبرداری کرده بابا ناصر؟ بابام نه پدرم آها یه خانومی در واقع تو چند مرحله ازشون پول قرض گرفته بعدم وسایل خونه رو خالی کرده و رفته اصلا چرا این اتفاق همش واسه تو میفته؟ میخوای همه آشناها رو بیاری کلانتری یه سوء پیشینه کلی بگیریم خیالمون راحت شه. نفهمید آقا. حفظ و تکریم خانواده کجا رفت؟ من البته یه عکسی دارم ازشون. خیلی واضح نیست. ماشین مشخصه ولی تو آینه بغل میشه دید راننده رو. ماشینه که شبیه ماشین ذبیح نزاکته. خیلی وقت البته ازش خبری نیست. شما شکایت کردین؟ نه. خب ببین روال قانونیش اینه که باید بری کلانتری محلتون بله. شکایت بنویسی
منم حالا از این پیگیری میکنم که روال قانونی زودتر طی بشه. آقا کوهیار. بله بله. آقا مبارکه، ولی یه ربع شد یه ساعت. الان میام خدمتتون، ببخشید. حالی خدا حافظ، بیبی خدا حافظ. آقا دست درد نکنه. من این یک ساعت و اندازه همه عمر بهت مدیونم. من بیارم همون شما. مادر، من از رنج و سختیایی که تو زندگیت کشیدی یه لالایی درست میکنم. برای این بچه میخونم تا خوابش ببره. تا یادش نره چه پدری داره. بلمون کن، مگه میخواد بره المپیک؟ بابا شما تربیت بچه‌تو بسپار به من. راحت. نه من خیلی خیالم راحته، ولی من و هانی از اول توافق کرده بودیم که تربیت بیبی با هانی باشه. باشه. شما که خودتون اونجا تشریف دارین میگم. ببخشید، من یه نکته خدمتتون بگم. بیان همین قرون صدقه رفتن خب. تو ما قرار شد ماجرای زندان رفتن منو. خب خیلی تو سلسله مراتب اداری من قوافل همشو میدونم. اونجا فکر کنم رفتی زندان. مثلا کودکی خالی بندی و الصاف. نه بابا خالی بندی. آقا من در خدمت. آقا ما نمیتونیم جای خالی شما رو پر کنیم، ولی خیالتون راحت باشه. مراقب همه چی هست. خیلی ممنون، خیلی لطفه. منم به فضل خدا هر آینه اونجا به کارهای زشتم فکر میکنم. اصلا نمیخواد همینطوری بریم. آقا میگم شما که یک ساعت صبر کردین، یه دو دقیقه دیگه صبر کنین، من برم یه دو تا ماچمال دیگهش بکنم بیام. دو دقیقه. دست شما درد نکنه. اصلا برنامه رو میارم من خدمت خودتون. من بعد از 3 دهه برادرم اومد تو زندگیم و بعد از 3 روز داره از زندگیم میره بیرون. این که کجا مهم نیست. مهم اینه که ما مرز خلاقیت رو بشکافیم و از پوسته تنیده شده بیرون بیایم و راه موفقیت رو پیدا کنیم. موفقیت. چین چونیه کوهیا؟ خیلی قشنگه. ممنونم ازت خانی، این قشنگترین هدیه یه که تو زندگیم گرفتم. همسر مهربانم، با این زندگی که برام ساختی لیاقتت بالاتر از این حرف هست. آخرین کابوسم این بود که این بچه تو خونه هوریه با قابله به دنیا بیاد که به وقوع پیوست. هرچند که بند نافشو به جای اون قیچی های جراحی با قیچی که نخ خرس میبرم بریدم، ولی من عاشقتم عزیزم. منم عاشقتم. من بهت قول میدم تا پای جان کنارت بمونم. آخه کوهیار، تو رو که دارم با دستبند میبرم. جان، جانمون. من از همون جا تا پای جان کنارت بمونم. تو پای جان مامان جان. بابا تو پای جان پیش شما میمونه. قرش جان نوناس جان. جان خیلی دوستش دارم. خیلی قشنگه. سلام دست درد مبارکه. این همه رو برای کی گرفتی؟ نیاز میشه. آره اگه بچه به من رفته باشه اینا رو همه رو یه روزه مصرف کنم. آخ شما استرس میگیرم دل روزم میزه برمش. دست درد نکنه. بفهمید دهن شیرین کنی. این چیزه، بفهمید دهن شیرین کنی. ما یه شیرینی هم گرفتی. شما بفهم. درد نکن ایشالو جبران کنم. آقا بازم براش پوشک بخری. دست درد نکنه. میبرینش؟ آخ مراقب خودت باش. بفر. بچه مو گریه مرد. چرا اینجوری میکنی با خود؟ بچه مو با. آخه حالت بد میشه. خدا کویارم. علاج داره هر چیزی. کویارم بابا کویاره چی بهت من به خودت فشانه تو بار خوردی شیشه داری حالا خودت هیچ اون میلاد من هم بگیم اسم میلاده نیان نمیخوام اینو داشته باشم. بابا نگو خدا قهرش میگیره حالا که هممون دوره هم جمع شدیم. حالا معلومه یکی نه دوتا نه سه تا نه خیلی خوبی تو یکی حرف نزن
چی میگی تو؟ الان کویارم رفت، چجور دارم جمع شدیم؟ داداش بزرگتم که اصلا نمیاد تو این خونه. آره، همه آتیش و گور شما بلند میشه. من چرا؟ همش تقصیر توه، تا اون ماسوسه که آوردی اون فیلم نشون میداد. من؟ بله. من چه؟ داداش محسود از لحظه احساسی من سوء استفاده کرد، گفت زنگ میزن داداش کافه، داداش کافه رو پیدا کن با ماما حرف بزنه، نگفتی؟ من حسن استفاده رو کردم، ترسیدم یه وقت خدای نکرده اتفاق بدی بیفته، گفتم آقا کافه در جریان باشه که به فضل خدا به خیر گذشت همه چی. به من چه؟ داداش کافه حواس تماس تصویری کرده، میخواست صورت ماما رو ببینه، تقصیر کردم من. اگر که ایشون نمیخواستن بیان، خب به هر حال خواستشون نخواستن بوده، چون که تلاش کردن ثمره موفقیته، اما گاهی خواسته نخواستن. تو گویی کاراکتر متناقض نما. آری مادر، اون جایی که ناصر باشه اصلا نمیاد، واسه این پاشو نمیذاره. بابا هوری نکن، همه تقصیرهای دنیا رو ننداز گردن من. من رفتم التماسش کردم، گفتم پسرم نرو، غرورم رو زیر پا گذاشتم. چی کرد؟ میشه یک بار به شرح مفصل تلاشای واور تو توی جمع برای ما بگی؟ بذار همه بدونم. بله، وقتی رفت وسط کوچه صداش کردم، گفتم کابه، برگشت به من نگاه کرد، گفتم نرو، محل نزاش، سرش انداخت پایین رفت. دیگه تقصیر من چیه؟ همین، فقط گفته کابه، نرو، خیلی زحمت کشیدی. آقا من غرورم گشتم زیر پام. من راستش فکر میکنم که اگر که تماس تصویری خواسته، یعنی همزمان خواستش هم نخواستن بوده هم خواستن بوده، و برای کمک به کسی که در تردید به سر میبره، بهترین راه اینه که ما اون رو به سمت تصمیم گیری سوق بدیم و در موفقیت شریک بشیم. مادر، ملودی جان، دقیقاً بگو ببینم چی کار باید بکنیم. دقیقاً حرفی که ملودی زد، یعنی این که الان زنگ بزنیم داداش کاوه بگیم بیاد اینجا. ولی من یه شماره از داداش کاوه دارم که الان خاموشه. ظهرم با یه شماره ناشناس به من زنگ زد. کاوه ظهر با یه شماره به من زنگ زد، الان زنگ بزنیم به اون داداش. میشه با گوشیت بگی؟ آره، قربونتون برم پیداش کنین. این قربون دهنت ملودی جان. خیلی خوب. بابا فکر اون بچه بکن که برای خودت. اینو نمیخوام، اونو میخوام. گاهی در این تمنا نمیخواد. کاوه پیدا کن. آها نمیخواد. سلام علیکم. چی گفت؟ سلام علیکم. بفرمایید. ارادتمندم. زهر اخوی من با این شماره با ما تماس گرفتن. من میتونم باهاشون صحبت کنم؟ برادر شما؟ بله. آها، همون مرد قد بلندی که شبیه درباره قاجار حرف میزنه، درسته؟ بله. والا اومد گوشی منو قرض گرفت. یکم هم به هم ریخته بود، وقتی شنید مادرتون فوت شد خیلی به هم ریخت. یه چیزایی هم در مورد زوزه گرگ تنها و ناله مرد و حکم روزگار گفت و رفت. مادر من فوت نکرده آقا. گفته هوریه من فوت کرده. نمیدونم آقا، شاید مادر گرگه فوت شده. آقا من چیزی سر در نیاوردم راستیتش. آقا ممنونم، خدا نگهدار. سب کنم کدومتون گفتین هوریه من مرده؟ خدا منو مرگ بده، فکر کنم من گند زدم. زوریه که داداش کاوه زنگ زد، انقدر صدای جیغ و ویغ بچه میومد، من هول شدم، گوشیم هم که خراب، اون نمیشنید چی میگن. فکر کنم این وسط فکر کرده ماما اونی مرده. بالا فکر میکنه من مردم، با اون حالی که اون داره میره بلایی سر خودش میاره. گوهد در شرایط حساس کلونی فقط یه سوء تفاهم کم داشتیم که اونم به فضل خدا فراهم شد. بله البته نگران نباشیم، من پیگیری میکنم، هر جوری شده فردا پیداش میکنم. بابا بله، اون تمهای خالی میبندی؟ پیگیری میکنم، پیداش میکنم. نه ردی، نه خطی، نه نشونی، چه جوری میخوای پیداش کنی؟ یادت ناصر بچه هم که بود یه جایی خودش قایم میکرد که نمیشد پیداش کنی؟ نه ای خدا، من قربون اون دست و پای قورباغه بچه‌ام برم. من یه چیزی بگم، من فکر کنم میدونم داداش کاوه کجاست، یعنی من و داداش کاوه هیچ‌وقت اونجا با هم قرار نمیذاشتیم، همیشه یه جای دیگه ای قرار میذاشتیم، ولی به هم گفته که کجا هست. کجا؟ همون جاییه که هم زندگی میکنه هم کار میکنه. راستش کجاست اونجا؟ اونی تو بگو.
بگو بگو من پاکه پاکم پاکه. اسم این دوتا بچه میلاد هست و مولود. به فضل خدا امروز متوجه شدم هیچ بهره ای از تو سوی چشام بدون تو از بین رفته. مادر پیچونده شدن توسط خانواده میتونه یکی از بهترین بهانه ها باشه. حکم دارم به موندنه چه اینجا چه تو جهنم. حواس شپرد نکن بچه فنی. ای گم شده در کجا جویم در دامه که مطلع جویم که از چاره درد تو ندانم درمان مگر از خدا جویم درمان مگر از خدا جویم.